نخستین همایش قند پارسی در تالار رودک تهران در حال برگزاری است. در حاشیه همایش در خدمت خانم گلستانی مدرس دانشگاه و عضو هیئت داوران همایش هستیم. سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید. سلام. خیلی ممنون از شما که به همایش قند پارسی تشریف آوردید. زنده باشید. نظرتون در مورد کارکرد زبان فارسی در بخش تبلیغات تجاری چی است؟ بسیار خوب. از یه بازه زمانی به بعد، تقریبا از سال 2000 میلادی به بعد، ارتباط مصرف کننده و تولید کننده دیگه صرفا یه ارتباط اقتصادی نبوده، یه ارتباط کاملا فرهنگی و اجتماعی هستش. لذا فرهنگ شناسان، زبان شناسان و جامعه شناسان و مردم شناسان خیلی باید ارتباطشون رو با صنعت تبلیغات و فعالین حوزه تبلیغات، بازاریابی و اطلاع رسانی پررنگتر و بیشتر کنن. لذا خب همایش قند پارسی هم با همین روی کرد، یعنی تمرکز و توجه به زبان پارسی به عنوان یک بخش مهم و یک ابزار مهم انتقال فرهنگ مورد تمرکز قرار گرفته که شاید بتونه فعالین این دو بخش، یعنی زبانشناسان و فعالین عرصه تبلیغات رو در کنار هم قرار بده و نیازهای اونها رو به همدیگه معرفی کنه و تلاش کنن برای رفع نیازهای دیگر در سالهای آتی برنامه‌ریزی کنن. خیلی ممنون. کارکردها و محورهای همایش در سه بخش عنوان شده: بخش تجاری، بخش فرهنگی و بخش مصلحت اجتماعی. میشه در مورد اون دو بخش دیگه، یعنی فرهنگی و مصلحت اجتماعی، بیشتر برای مخاطبین ما صحبت کنیم، بازتر بشه موضوع؟ بله، مسئولیت اجتماعی یکی از بخش‌های مهمی هست که در صنعت و تجارت ما ارتباط مصرف کننده و تولید کننده رو داره مستحکم تر میکنه و شکل‌های جدیدی بهش میده. لذا خیلی از کسب و کارها رو ما این روزها میبینیم که واحدهای مسئولیت اجتماعیشون رو پررنگ دارن بهش توجه میکنن، کارشناسان خاص مسئولیت اجتماعی دارن و خب به تبع این تیمی که حضور داره، این گروهی که حضور داره، خروجیش رو ما در شهر در اکرانهای محیطی میبینیم، در رسانه ها میبینیم، در فضاهای مختلف در حال مشاهده هستیم. لذا یکی از بخشهای مهمی که همایش بهش پرداخت بررسی آثار در حوزه مسئولیت اجتماعی بودش. در حوزه فرهنگی هم همینطور، خدمتتون عرض کردم، این ارتباط فرهنگی و اجتماعی، اجتماعات و قبیله سازی هایی که صاحبان کسب و کار، صاحبان خدمات و تولید کنندگان در حال ایجادش هستند در ارتباطشون با جامعه، نقش پررنگی داره و این روزها باید بهش توجه بشه. خب زبان هم که ابزار مهمی در انتقال این ارتباطات هستش. خیلی ممنون. آینده همایش رو چه شکل می‌بینید؟ آیا می‌تونه به اون رسالت خودش برسه؟ ما تمام تلاشمون رو کردیم که دور اون میزی که گرد هم اومدیم، از زبانشناسان، از متخصصین علوم ارتباطات، از صاحبان کسب و کار حتی و حتی فعالان حوزه تبلیغات، بتونیم نیازهای بخش‌های مختلف رو مشخص کنیم، اونها رو در رو کنار هم قرار بدیم، وارد یک گفتگوی تازه‌ای بشن. و خب همایش هم محلی هستش که این گفتگو بیشتر میشه، پررنگتر میشه، تعداد افراد زیادتری حضور پیدا میکنن، به کمک رسانه ها این نیازها به عموم جامعه، به عموم فعالین صنعت منتقل میشه و خب تلاش میشه برای رفع این نیازها و از همه مهمتر ارتباط بین صنعت تبلیغات و دانشگاه اگر بتونه این فضا رو در فضای همایش برقرار بشه و این فضا، این ارتباط مستمر بشه، خب همایش به اون اهدافش رسیده. ما اگه بتونیم یک نیاز رو از صنعت تبلیغات کشورمون رفع کنیم، حلش کنیم، طبیعتا به اهدافمون در همایش رسیدیم.